با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. یک تحلیل از این مقاله است از بحث کرمان، خیلی به واقعیت نزدیکی رو بهتون میخونم و بعد اخبار و بعضی مسائل یک وقت بشه میخواد. واقعیت آنچه که در کرمان اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی سقوط خود را پذیرفته، پس برای بقا نیاز به قربانی دارد. بر این باوریم حادثه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی پیش آمد این بار در کرمان رقم خورد. حکومت‌های مذهبی برای بقا قربانی نیاز دارند. لذا شما در روزهای آخر این گونه دیکتاتورها از این اتفاقات زیاد می‌بینید. به ماه‌های آخر لیبی و عراق دوران قذافی صدام دقت کنید. حالا برگردیم به جمهوری اسلامی. انفجار صورت می‌گیرد. خوب دقت کنید. مرحله اول در فیلم ها اخبار و گزارشگر تلویزیونی اعلام می شود انفجار گاز بوده. دقیقاً. فیلم هم اخبار اولی موجود است. سپس بعد از یک ساعت اتاق فکر جمهوری اسلامی اعلام می کند حمله تروریستی بود. اعتماد این مقاله در مورد است که سیستم امنیتی و کشور کاملا دیگه از هم جدا شدن، به هم ریختن، خلاصه همه رو دستن دیگه. بارا می شود این هم هست، این مقالش برسن می خونم بس. حالا بعد از یک ساعت اتاق فکر جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه حمله تروریستی بود. حالا این حمله نیاز مقصر دارد، در حالی که در ترورهای قبلی مثل شاهچراغ کمتر از یک ساعت داعشی که قاسم سلیمانی پایان آن را اعلام کرده بود آن ترور را گردن گرفت. این بار هیچ گروهی گردن نگرفت. پس خبرگزاری‌ها به گمان زنی پرداختند. بالاخره بعد از 24 ساعت با بیانیه جعلی داعش گردن گرفت. بیانیه به همه جا مخابره شد، حتی سی ان ان و تایمز. هنوز ساعتی از بیانیه نگذشته بود که اصل بیانیه با نوار صوتی سخنگوی داعش زیر سوال رفت و جعلی بودن آن مشخص شد. حالا وقتی مشخص شد بیانیه جعلی است، خبرگزاری جمهوری اسلامی و سپاه به شروع به هدایت افکار به سمت دیگری کردند. با عنوان که آن نامه جعلی است و کار اسرائیل است. دوباره همان خبرگزاری اعلام میکنند داعش و اسرائیل هم با هم در ارتباط هستند و داعش همان اسرائیل است. خوب دقت کنید، خیلی جالبه مقالش، تحلیلش خیلی تحلیل جالبیه. اگر بپذیریم داعش همان اسرائیل است، چرا اسرائیل باید با یک بیانیه جعلی از طرف داعش آماده کند؟ خب خود داعش به عنوان زیرمجموعه و رفیق اسرائیل به راحتی بیانیه میدهد و گردن میگیرد. حالا برگردیم به نحوه بمبگذاری. ابتدا گفتند بمب‌ها از راه دور هدایت شده، سپس بعد از 24 ساعت اعلام کردن انفجار اول انتحاری بوده که بایدن عکس‌ها و فیلم‌های محل انفجار مشخص شده. هیچ کدام از انفجارها در چه اولیه و چه ثانویه انتحاری نبوده و حجم تخریب بالا بوده. حالا یه ادمانه وسط توی چند گفتن که آره بمب‌های ساچمه‌ای بوده. اروا عمتون بایدن عکس‌ها و فیلم محل انفجار مشخص می‌شود. هیچ کدام از انفجار در چه اولیه و چه ثانویه انتحاری نبوده و حجم تخریب بالا بوده. در حملات انتحاری از مواد مفجر سبک و قابل حمل استفاده می‌شود و نهایت قدرت تخریب برای کشته و زخمی شدن بین 7 تا 10 نفر است، نه بالای 100 نفر. پس می‌شود نتیجه گرفت که اگر بر فرض بر بمب‌گذاری بگذاریم، بمب از قبل در محل جاسازی شده است. حالا یک سوال مهم مطرح است. آیا شورای تامین و گروه برگزاری مراسم که به گفته خودشان حتی بیمارستان و آتش‌نشانی را از قبل آماده کرده بودند، از قبل هر رفت آمد مراسم را از نظر بمب‌گذاری چک نکرده بودند؟ می شود باور کرد که به خطر بمب‌گذاری فکر نکردند؟ حجم تخریب به قدری بالا بوده که به راحتی می شود گفت اگر انفجار گاز منتفی باشد، این مواد منفجر و این بمب به دلیل حجم و وزن بالا نیاز به حمل با وسیله نقلیه دارد. دستی قابل حمل و نقل نبوده، حمل و نقل نبوده که بگویم کسی در ساک یا کیسه دستی دست گرفته و آن را حمل کرده است. ضمن اینکه بمب ها کنترل از راه دور حتما باید از روز یا ساعتی قبل در محل جانمایی شوند، با ریموت چک شوند و آنتن دهی و سلامت و دقت کنترل از راه دورشان بررسی شود. حالا سوال مهم اینجاست، کسی که یک روز یا چند ساعت وقت داشته بمبی را جانمایی کند و آن را چک کند، چرا آن را در جایگاه و نزدیک قبر سلیمانی کار نگذاشته است؟ خیلی سوال جالبیه.
که اقلا از مسئولین و سران لشکری و کشوری تلفات بگیرند، نه از مردم عادی. اگر تایید کنید ترور کار اسرائیل بوده، باید به گذشته ترور اسرائیل نگاه کنید. ببخشید. باید به گذشته ترور اسرائیل نگاه کنیم و بعد میبینیم اسرائیل فقط فرمانده ها و دانشمندان هسته ای را به ترور کرده، که البته در هم شک است. ولی چرا این بار با توجه به وقت کافی باید بمب خود را 1 کیلومتر دورتر از جایگاه جانمایی کند و فقط صد و چند زن و مرد و کودک را بکشد؟ همه این سوال را کنار هم قرار دهیم، فقط بی نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی به چند ماه بقا بیشتر حکومت کثیف دیکتاتوری خود دست به چند جنایت شبیه جواب کنید است. خیلی طریق قشنگ نوشته و همین مشخصه. بچه هم کنترل رو دور بوده، مشخصه. قدرت تخریب بالا بوده، مشخصه. حالا توی مقلت ما آسان ساشو این رو بزنی کنار کنید. طریق خیلی خوبی است، طبعا قریب بیقین هست. خب یکی از چند تا دوستان رو بیشن که فرنه چه اینا نمیرن از کشور فرار نمی کنن، نمیرن. ببین دوستان، من یک شاگرد داشتم که برم احمدی، حالا نمیدونم کجاست، زنده است یا بقول خود شهید شده یا با نمیدونم. این مأمور اعدام زندانی در کرمان بود، کلاس منم میومد، از نزدیک های سلیمانی هم بود. موسترم زیاد مطرح نبود، ولی خب بازم مطرح در حد خودش. یه بهش گفتم که میگن تو مأمور اعدامی؟ گفت آره. قبل از فرودگاه کرمان تو یه پل هوایی بود، می آوردن زندانی که بود اعدام شده، جای پل از رو پل اونجا چیز میکردن، آویزون میکردن و الی آخر. گفتم شنیدم اینا وقتی که میخوان اعدامشون کنید تو دستپاشون می باز کنند، سیگار میخوان بهشون میدید، آب میخواد بهشون میدید، بعد چشاش میبندی و اعدام. گفت آره. گفت نمیترسی فرار کنه؟ گفت آقای محمدی، من 2 سال مأمور اعدام هستم. زندانی که مقصر باشه، کسی رو کشته باشه، نای فرار نداره. قذافی بگه 400 میلیارد دلار پول نداشت، مگه به یه روایت 40 تا میلیارد روایت 400 تا میلیارد طلا نداشت، چرا نمیتونست فرار کنه؟ چرا صدر نمیتونست فرار کنه؟ چون خونهای اونجا پای اینا رو میگیرن، نگه هم تا به صدر اعمالشون برسن. این هم کسی که این کار این جنایتکار تو ایران هستن هم نمیتونن برند، یه جوری که نمیگذارن و نمیتونن برند، بگنم پول همه چی هم یاره خاطر دار میتونه برنجام بدن. علت این موندن همینه، مخصوصا جنایت کاران. 9 نفر از اعضای خانواده سرهنگ رضا سلطانی نژاد از فرماندهان سرکوب در استان کرمان در جریان انفجار سر قاسم سلیمانی قاسم کتل درشده کشه شدند. فیلم هاش هم هست، اعضایش هم هست، همش ازش هست. ارتش اسرائیل، این اولین باره که همچی چیزی ارتش اسرائیل داره میگه، برای بررسی ناکامی‌های خود در حمله حماس تیم تحقیقات تشکیل داد. یعنی دیگه تا به حرفای من میرسید که گفتم که اینا دیگه خسته شدن، نمیتونن، نمیخوان. و 75 سال جمع شوخیه. جنرال هرزی حالوی رئیس صدار ارتش اسرائیل، تیم از مقامات نظامی سابق برای بررسی ناکامی ارتش در حمله حماس هفته اکتبر 2023 تشکیل داد. این تصمیم 90 روز پس آغاز عملیات تروریستی حماس به جنوب اسرائیل صورت گرفته. از نیروی سابق آورده، نیروی که الفن بودن، نیروی جای ترم کار نمیدن و نیستن. بر اساس گزارش‌ها شاول موفاز رئیس سابق صدر ارتش اسرائیل، آهارون زیوی هم چیزی ترکمن رئیس سابق فرمانده جنوب و یو آهو هارون هم چیز رئیس سابق اداره عملیات از جمله اعضای تیم تحقیقاتی خواهم بود، همش رئیس سابقا. ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاه اعلام کرد که ستاد کل در حال انتخاب رؤسای تیم‌های مختلف برای بررسی حوادث مربوط به حمله تروریستی 7 اکتبر است. خب خبرگزاری فارس هم خبر داده که 4 مأمور انتظامی در انفجار کرمان کشته شدند. که الان خبرش دیگه واسش ندادم بخونم. سنتکام حوثی ها شامگاه سه‌شنبه به سمت چند کشتی تجاری موشک پرانی کردند.
صدر فرمانده مرکز ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی حدود ساعت 9:30 دقیقه شامگاه سه‌شنبه وقت صنعا دو موشک بالستیک ضد کشتی را به سمت چند شناور تجاری در دره سرخ پرتاب کردند، اما این موشک ها با آبهای اطراف برخورد کرد. اینجا قبول میکنم بالستیک مال ایران، چون همیشه نشانه گیرش همینجوری هست. تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی درباره گروه های نیابتی. چی بلایی که دیگه اینترنت هست و هست و فیلم ها هست و کلیپ ها هست، این هست دیگه. دیگه تجدید کردن آقای خامنه‌ای دیگه جواب نمیده. کثافت نجاست. هرومزاده. تکرار ادعای جمهوری اسلامی درباره گروه نیابتی. ما مسئولیتی نداریم. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز سه‌شنبه در آستانه جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حملات حوثی‌های یمن در نامه به دبیرکل سازمان ملل مدعی شد که ایران در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه را مسئول نیست. آره با همتون خدمت شما. خلیج فارس دوستان به خواهی بازی بود با من گفتم اینو حالا سبک دیگه شد میگم. خلیج فارس که آمده اونجا به خاطر این نفت بتونه عربستان بفروشه رد کنه برنا اینجا باجگیری میکرده و خب خلیج فارس واقعش محدوده به کوهی تمام میشه. اما در منطقه با هرمنده و آبا بین المللی افصال هم که باید برن بیان اونجا دیگه منافع فرق میکنه. در بنده در خلیج فارس هم بیشتر کشتی نفت می‌بردن، چه از ایران چه از عراق چه از کویت چه از امارات چه از هر با پرچم کشور دیگه می‌بردن که مثلا کلا شری بزنن، ولی در حال دیگه حرفو گذشته و اینا واقعا تحت فشار هستن. تنها 15% اسرائیلی‌ها خواهان اعدامی نخست‌وزیر نتانیاهو پس از جنگ با حماس هستند. خب من چند خبر دیگه منتظرم براتون بخونم و تا کلیپ بعدی. خیلی بیل برده از قاسم سلیم آتیش دادند و امیدوارم که دیگه حیا که ندارن. آزدن بیل برده با تصدیق قاسم سلیم در سالگرد کشتاش در چند کشت در چند شهر این کار کردن. و اینم بهتون میگم که حلقه معاصره خامنه‌ای خیلی تنگ شده، حلقه معاصره بچه اعتراض خیلی تنگ شده، حلقه معاصره نیروهای دیگه قدس و موسو سپاه خیلی تنگ شده، چون دیگه کم کم نمایندهای مجلس این بر اون بر بی‌محابا دارن اینا میتازن و کلیپاشم براتون میذارم، تک تک هم میذارم چون حجمشون بالاست که جمعش بشه براتون ببینید، ولی بی‌محابا دارن میذارم. هند کشتی خود را با اسکورت روانه اطراف دریای سرخ میکند. اینا همش هزینه سازی است، همش چیزیست که هزینه رو بالا میبره و اون سود چیز میاد پایین و هند هم باید تابون پس بده که دیگه علتش خودتون میتونید از من بدونید. قول کشتیرانی کانتینری جهان در مورد بروز اختلال عمده به مشتریش هشدار داد. یعنی این بزرگ شرکتی که کار کانتینر بده میکنه و هشدار داد که خود حواستون جمع باشه، هزینه رفته بالا، بیمه رفته بالا و و و حتی چیز بهش میگن یه جایی مثلا وای میستن پارک میکنن، همه حضر شده بالا و حواس جمع باشه و صرف هم نمی کنه. قطعا همینطوره. این به رکود اقتصادی جهان شدیدن چیز میکنه. بله خب خب من اینجا کلیپ رو تمامش میکنم، فقط یه چیزی بهتون بگم که اقتصاد دنیا از نظر رکود، از نظر تورم در تاریخ دنیا سابقه نداشته و این یعنی فاجعه برای دنیا. اما بعد از این اتفاقاتی خواهد افتاد که من سر فرصت بهتون خواهم گفت. ایامتون بخیر، روزگارتون خوش. تحلیل اول رو دوبار گوش کنید، سه بار گوش کنید، به درد میخوره. ایام بکنم و روزگارتون خوش.